بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من امیر حسین ساجدی هستم، اینجا پادکست برگرد. رفقا به یه جایی میرسیم تو زندگی که انقدر حجمه و فشار و این قضایا به همون وارد میشه که یه هوی همه ولمون میکنن میرن. اصلا این غیر ناممکنه. چیزی بگم براتون که از کار بیکارت میکنن، رفیقاتو از دست میدن، وضع مالیت به هم میخورد، یکی از جواب سلامتو نمیده، از رابطه میای بیرون دیگه حال حوصله قبلی رو نداری که آقا حالا یکی باشه یکی. پدرت مریضه، مادرت مریضه، برادرت مریضه، بی پولی، هر چی که تو بگی، هر مشکلی که ایجاد میشه، آقا حوصله خودتو یک کلام نداری. تمام، اوکی، خیلی خوب. اینجا خداوند در وهله اول میبینه بنده به تنگنا افتاده، به زیق افتاده، به یه فضایی که فقط خودشو در آغوش گرفته، نشسته دو پاشم دو تا زانوشم بغل کرده، نشسته زیر پتو داره گریه میکنه. خدا به داد میرسه، میگه ولقد نعلم انک یزیق صدرک بما یقولون. سوره مبارکه هجر آیه 97. میگه ما میدونیم که شما سینتون تنگ شده، ما میدونیم فشار بهت وارد شده، ما میدونیم حجمه های مختلف بهت اومده، میدونیم به واسطه صحبتاشون، گفتارشون، کلامشون اینها تو دل اذیت میشید، میدونیم. خب ممنونم حضرت باری تعالی، خداوند خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. بعدش چی؟ بعدش من که نماز نمیخوندم، من که لب نجسی زدم، من که نمیدونم دنبال نامس مردم بودم، من که رو رمضان میشد روزه نمیگرفتم، بابا دمت گرم، محرم میشد میشستم اینا رو مسخره میکردم، تنه میزدم. حالا الان بسم الله الرحمن الرحیم، ما ودعک ربک و ما قلا. نه پروردگارت از تو بدش اومده، نه تو رو به حال خودت رها کرده. ما ودعک ربک و ما قلا. این مرحله دوم، یعنی مرحله اول این که خدا میگه من میدونم تو چی کار کردی، چی شده و اینا. مرحله دوم میگه ما ودعک ربک و ما قلا، من نه تو رو تنهات گذاشتم، نه به حال خودت رهات کردم. یه شرمزاری برای من بنده پیش میاد که خدای دمت گرم. حالا یاد میاد این بنده خدا پادکست منو گوش میده یا میره سخنرانی گوش میده، کاری ندارم چه دستور عملی میدن، اما یه دستور عملی که من به خیلی یاد دادم و سریع الاجابم هست، داداش من، خواهر من، همینه. اول کاری که به خدا بگی خدا یا چی کار کنم، خدا میگه حسین من نمیدونم چی کار کردی، چه اشتباهی کردی، به تعبیر من، به دهن من چه غلطی کردی، هر کاری کردی من نادید گرفتم، بلند شو برو پیش امام حسین، برو یه جوی درستش کن. اینجاست من به خیلی ها گفتم، یه وقت فکر نکنی الان دارم تبلیغ میکنم، نه داداش، میتونی گوش بدی، میتونی گوش ندی. من استاد من به من میگفت رفیق باستر از امام حسین من ندیدم. داستان حبیب ابن مظاهر رو من گفتم توی یکی از پادکست ها، گذاشیم توی کانال، برید گوش بدید داستانش رو. رفیق بازتر از امام حسین داداشون، استاد ما میگفت ندیدم. الان من تو این سن میگم آقا رفیق بازتر از امام حسین من ندیدم. یه جوری پشتتو میگیره تا ابد و در که هیچ کسی تنهات نذاره. بابا رفیقت میاد، خدای نکرده یه اتفاقی میفته، یه سری خاکو میریزه، میگه بابا بریم جلو، که هوامون سرد شد. از این چیز طبیعی انسانه در بهترین حالت. تازه اون موقع امام حسین تجلی پیدا میکنه، نمیخوام برم سمت قبر و قیامت و خاک و این، اصلا کاری ندارم، ما میخوام زندگی کنیم بابا، اومدیم که زندگی کنیم، اومدیم حال کنیم. چیکار کنیم ساجدی؟ رفاقت کن با امام حسین. اللهم انی اسالک باسمک یا السلام علیک و علی الان. آقا جون
اینا خیلی خوبه، اینا خیلی قشنگه. من اینجوری ازت میخوام. میخوای اثر ببینی؟ اینجوری من ازت میخوام. امام حسین دیدی چی جوری ولم کرد رفت؟ بشین با امام حسین. آقا های های گریه کن، بغلش کن امام حسینو، این لباس مشکی محرمتو بگی در آغوشت بغلش کن، این تربت و این شال مشکی و این مهر و بابا یه دونه مهر تو دیگه خونه هاتون پیدا میشه دیگه، دیگه در بدترین حالات یه مهر که هست، اینو بگی بغلش کن. این امام صادق فرمودن که جد ما در خاک کربلا حل شد، روزه موزه اینام کاری نرسن، من مرد این حرف. آقا این تربت امام حسین خود امام حسینه، ذات امام حسینه. این دیدی میرن کربلا تسبیح تربت میارن اینا، این تسبیح تربت های 33 تایی، حالا من اینجا ندارم، تسبیح تربت های 33 تایی بگی دستت بغلش کن، حرف بزن بگو امام حسین بابام مریضه، امام حسین مادرم مریضه، امام حسین به بی پولی خوردم، امام حسین میخوام ازدواج کنم، امام حسین خسته شدم. در بدترین حالت اینه که امام حسین خسته شدم. یه جوری دستتو میگیره، یه جوری دستتو میگیره. ببینید من نه سودی میبرم از این حرفا، نه اینکه دارم اصلا فکر نکنید من خیلی گناهکارتر از اون حرفایی هم که شما فکر کنید، خیلی روسیاه‌تر از این حرفا، فقط فرق من اینه که من تریبون دارم شما ندارید، همین. و شما پاکید، شما صافید، شما ساده اید، شما نورید، من یه آدمی هم که تریبون دارم هم. هر کسی من دیدم خودشو به امام حسین وصل کرد، یک جوری امام حسین بلندش کرد، مثل فنر فشرده شده که به روش پرتت کنه بالا. مال به قرآن، من دارم قسم قرآن میخورم، این قرآنه بچه ها. من با یه آدم هایی صحبت کردم که روزه های هفتگیشون از کار نیفتاده ها، هیچی هم ندادن، دور هم نشستن، 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر، صلی الله علیه که یا ابا عبدالله. مال میخوای خرج کن برای امام حسین، نه خرج کن الان برو کباب بابا جون، برو سر کوچه نون بگیر، پنیر بگیر، نون پنیر کن بده 5 نفر تو خیابون، این کارتون خوابا، این مهربونای شهر، این ظهورای شهر، شب یه نون پنیر بده، بگو آقای نظر امام حسین، ببین چه جوری بلند میکنه. بابا ازن تواناییشو نداری، قربون شکلت، بشین با امام حسین حرف بزن. چرا تو حرفتو میبری پیش رفیقت که پس فردا تو سرت بخوره که فلانی تو باعث شدی، تو کردی، تو این اتفاق افتاد؟ نه آقا جون، هم امینه هم رفیقه. اگر این دستگاه مرده بود، اگر این دستگاه حیی نبود، اگر این دستگاه پشتش معصومی نبود، که داداش من 30 میلیون 40 میلیون آدم اربعین نمیرفت امام حسین، تازه 40 میلیون تونستن مشرف بشن کربلا. چقدر مثل من و تو از تو خونه ها نشستن که ای کاش خدایا من امسال اربعین میرم کربلا. نمیتونه بره. من خیلی آدم به شدت کارامو میکنم، زندگیمو دارم، قرآنمو میخونم، پادکستمو ضبط میکنم، آدم جانماز آب کشی نیستم. این حرف رو یکی داره آدم کثیفی میزنه. من توی گناه های خودم امام حسین رو پیدا کردم، توی گناه های خودم عاشق است ابوالفضل شدم. این آقا رو من میگیرم شبا باهاش حرف میزنم. گناهه؟ یکی ابوالفضل رو اینجوری میشناسه، یکی با معرفت تر میشناسه، یکی گنبد میشناسه، یکی زریح میشناسه، من باهاش حرف میزنم، من اینو بغل میکنم، صحبت میکنم. هر جام گیر افتادم، حالا داستان خیلی دارم بخوام بگم، هر جام گیر افتادم دستمو گرفته کشیده بالا. باید من میگم سخت نکنید جریانو، برای خودتون سخت نکنید. آقا تو با امام حسین میخوای حرف بزنی، داداش در بدترین حالت اینه که تو میخوای 2 ماه شبا 10 دقیقه وقتتو بذاری صحبت کنی. فرمود که آقا حالا این قضایا رو گفتم داخل پرانتز همش، فرمود بنده من هر گرهی به کارت افتاد، یا من الاجابت و تحت قبت شریف، ای کسی که استجابت دعا تحت گنبد تو قطعی و 100% امام حسین.
میگه تو نگاه کنی به زری امام حسین، اگر غر باشه آقابت به شر بشه آقابت به خیر میشه، اگر آقابت به شر باشه آقابت به خیر میشه. خیلی فضائله، اما من کوچه بازاریش میگم عشق است امام حسین. این لباس میشه که محرم سفر منه. حالا شاید شما اینو بعد محرم سفر ببینید، شاید قبل محرم سفر ببینید، یا تو محرم سفر. به خدا من آدمی نیستم بیام از روی هوا هوس و شهرت و اینا میشناسید من صحبت کنم. من اومدم ریشگه رو گذاشتم، میگم من تجربه کردم این آقا رو، این عزیز رو تجربه کردم. تجربه به امام حسین، به جان مادرم که دیگه بالاترین قسم هر فرزندی جان پدر مادرشه دیگه، به جان پدر مادرم من این آقا رو قبولش دارم. داداش نه به این چیزی که الان هستا، الان خیلی مردم از امام حسین رو دور کردن، از امام حسین خیلی دور شدن. اون چیزی که الان نیست، گذشته ها شفا می گرفتن، روزه مینداختن، سفره مینداختن. اون امام حسین قشنگه. اینجوری با آقا ارتباط برقرار کن، رفیق شید با هم. خیلی مخلصیم کوچیکی، منو خیلی دعا کنید. گناهکارم، روسیه. یا علی.